تک تک شما بیننده ها و خوبان و بیننده های تلویزیون استقلال همچنان با شما هستم و چنانچه گفته بودم دوستان در رشته ورزش های هوایی با ما هستن که با این قسمت های خود ادامه خواهیم داد. سلام بر شما جناب استاد، اول خود معرفی بکنیم و بعد از بگیم که فعالیت رشته ورزش های هوایی در هرات به سال چند برمیگرده؟ تشکر از شما. به نام خدا، استاد بشیر احمد افسرزاده هستم، رئیس فدراسیون ورزش های هوایی ولایت هرات. عرضم به حضور به سوال شما که به سال 1391 سبک ورزش های هوایی ما به ولایت هرات آوردیم و تأسیس کردیم و از او وقت شروع کردیم به ورزش های هوایی به داخل شهر هرات که توانستیم بالاتر از 10-15 نفر سبک ازی برنامه کنیم. خیلی عالیه جناب استاد. چند ورزشکار فعال در سمت هرات فعلا وجود داره در نوشته؟ ورزشکارا و تعداد زیادی از اینا، یعنی کسانی که علاقه مندن، یعنی تعداد زیادی هست برای از این ورزش، علاقه مندی زیاد خاصی نشون میده. مگر هم فعلا که ما کسی در بخش پالاگلایدر حدودا 10-15 نفره و در بخش پالاگلایدر فعلا ما 3 نفر داریم که یکی فیدرسیون افسرزاده، یکی فهیم جان قریشیه و یکی خود منم. و خوشبختانه برای شما بگم که ولایت هرات سبک فدراسیون ورزش ها هوایی و از تمام ولایات بالاتره که ما فعلا به ولایت هرات 100 دستگاه پاراموتور داریم، یعنی 100 دستگاه پرنده داریم و کابل که مرکز ما به مرکز یک دونه داریم، مگر ما به هرات خوشبختانه 100 دستگاه پرنده داریم که انشالله به زودی زود هر 100 تا طبقی که بینندگان عزیز به تلویزیون دیدم که ما پرواز میکنیم به داخل شهر میاییم، ولی تکی تنهاییم. انشالله با این دین نزدیک ما به یک اسکادرون، یعنی بالاتر از 3 تا و 4 تا به داخل شهر انشالله پرواز داریم. دوست دیگر با ما هست که از اونها اسم نام بپرسیم و بعضی میگن که چند سال میشه که شما این رشته فعالیت میکنیم و چی باعث شد که این رشته انتخاب کردید؟ من هم خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. بنده فردوس احمد افسرزاده، یک تن از ورزشکاران ورزش های هوایی هرات. ما مدت 4 سال میشه که تحت نظر جناب محترم استاد بشیر احمد افسرزاده به رشته ورزش های هوایی فعلا تمرین دارم و یکی از بزرگترین علاقه هم بود از خردکی تا فعلا، یعنی از دوران طفولیت تا حال، که من بتوانم به این رشته تمرین کنم و خوشبختانه فعلا برای ما شرایط موثر شده که استاد گرامی ورزش را از خارج آوردن و خود اینو دستگاه ساختن و ما داریم تمرین میکنم. تخلص های شما یکی است، فکر کنم با هم فامیل هم باشین، درسته؟ بله، استاد محترم کاکا من. کاکا شما خیلی. جناب استاد، این ورزش در برگیرنده یه چند رشته هست فعلا در هرات؟ این در برگیرنده تقریبا برای هرات که فعلا ما فعالیت داریم به دو سبک، یعنی سبک پالاگلایدر و سبک پالاموتوره. البته سبکا از این زیاده که عبارت از پالاجینی، پالاگلایدر، پالاموتور، کایت موتور، بعضی چیزا دیگه هست که اونا خیلی از، یعنی تا فعلا به افغانستان به واسه جهان هم چی نشده. ما فعلا به افغانستان و به خصوص به هرات که داریم، ما همین دو سبک داریم، پالاگلایدر و پالاموتور، همین دو رشته فعلا ما پیش میبریم و تمرین میکنیم. خیلی عالی جناب استاد. جناب آقای افسرزاده، چه دستاوردهایی دارین در رشته؟ در این رشته فعلا ما تمرینات زیادی را انجام دادیم و بالاخره تونستیم تا فعلا 4 پرواز موفق داشته باشیم با چتر پارا گلایدر بدون موتور و انشالله به زودی از شما شاید از این هم می باشین که به پارا موتور هم ما پرواز بکنیم انشالله. خیلی عالیه. خاطره جالبی که در این مدت 4 سال به شما پیش آمده اگر به ما بگیم. کلان رشته ورزش های هوایی کلان خاطره از اول تا آخر همه خاطره و بهترین خاطره که ما شما میتونیم داشته باشیم، اولین پروازی که میکنیم، هیجانی که داره او خیلی خیلی متفاوته تا دیگه تجربه هایی که ما در زندگی داریم. یک هیجان و شور به خصوصی داره اولین پروازی که میکنیم، یک تجربه جدید. خیلی خیلی عالی جناب آقای افسرزاده. همکاری فدراسیون ورزش های هوایی با ورزشکاران چگونه؟ در بحث همکاری تا فعلا همکاری خاصی صورت نگرفته با ما. جناب استاد یک 2 عدد دستگاه ساختن از بودجه شخصی خود خو و این دستگاهی که ساختن بسیار به زحمت، یعنی میفهمید که ساختن همچین دستگاه یک ابتکار خیلی خیلی بالای ضرورت داره و هزینه زیادی هم متحمل شدن
و هیچ طول از هیچ نواده برای ما کمک صورت نگرفته. در هیچ بخش از این کارو، چی در بخش ساختن دستگاه بوده و یا چی در بخش ما تمرینات که انجام میدیم، ما زمین لازم داریم و یک منطقه لازم داریم، تا فعلا توجه خاصی صورت نگرفته از هیچ نواده. درست جناب استاد، چنانچه برادرزاده شما گفتن که شما خود شما موتور و پاراموتور را فکر کنم اختراع کردید و درست کردید، چگونه شد و ایده از کجا به فکر شما رسید؟ تشکر. من در سال 90 91 ما وقتی که چتر پولو گلیدر به هرات آوردم، وقتی که تمرین میکردم، این چتر پولو گلیدر یعنی به هوا زیاد است، برای قله بلند خوبه، مثلا برای قله که فاصله 2000 متر مثلا 1000 متر از زمین ارتفاع داشته باشه، او خوب آدم میتونه بودن 1 ساعت 1 ساعت و 20 دقیقه به هوا باشه. مگر همین قله پایینی که ما به این اطراف داشتیم و این اطراف شهر هرات داشتیم، این حدود هم در حدود 10 دقیقه یا مثلا 5 دقیقه زیادتر آدم به هوا استاد نمیشد، یعنی نمیتونست نمایش انجام بده. خب باز رفته رفته من از طریق رسانه ها و تلویزیون ها و مثلا فیسبوک ها اینا میدیدم که به کشور خارج موتور، یعنی به زور از اون موتور میتونه که آدم ساعت هم به هوا باشه. خب به خاطر از اینکه هزینه از اون خیلی زیاد بود و من از چند جا پرسان کردم، یعنی یک ست کامل از این حدود 9000 یورو قیمت داشت دیگه، ما نمیتونستیم اون خریداری بکنیم. خب آیست آیسته به ذهنم میگشت که من خود ما بتونم یک دونه موتور درست بکنم. و فضل و رحمت خدا طبقی که بینندگان دیدم از نزدیک از طریق رسانه ها و من این افتخار دانستم به هرات خود خوب. شما میگیرم استاد فکر کنم کمتر کسی باشه که به هرات جناب استاد در حال پرواز با پاراموتور ندیده باشه در هرات، درست استاد؟ فکر کنم بیشتر کسا دیدن و تعجب کردن که این چیه و این چگونه پرواز میکنه در سطح هرات. بله بله، من همیشه بین روزای رخصتی یعنی روزای جمعه پرواز دارم به پول پشتو، به دشت و گازرگاه شریف و همون سایتی هم که ما داریم که بین شهر میاییم و بین شهر پرواز میکنیم، سایت گازرگاه شریفه. و من جا داره که از پرده تلویزیون شما تشکری بکنم از نهادهای امنیتی و دفاعی، از تک تک سربازهای عزیز خو، از تک تک نهادهای دفاعی خو که به زیر راستا خیلی خود ما همکاری کردم، خیلی خود ما هماهنگی کردم. از تمام از اینا از جا داره که ما از پشت پرده تلویزیون تشکری بکنم. باشه جناب استاد، در این راستایی که شما موتورتون اسم اختراع بکنه بسازین، کسی اصلا یا پیشنهادی ندادین به کسی که اسپانسر بکنه شما رو یا نه اسپانسر پیشنهاد دادین و اسپانسر نشد؟ نه، من حدودا 2 سال طول کشید وقتی که من این دستکار میخواستم بسازم، بسیار بسیار با مشکلاتی بود چون نمیفهمیدیم مثلا یعنی بعضی چیزای خلایی به وجود آمده بود که نمیفهمیدیم که چی رقم درست بکنیم. حتی من 2 دونه پکه برای از او از هند خواستم که هر پکه از او یعنی اون ملخ از او که دور میزنه او باید بالانس باشه و خوب تنظیم از او بسیار سالم صحیح باشه. من همه 2 دونه پکه پیش من با وقتی که من تمرین میکردم به زمین خوردم و شکست، حدودا هر پکه از او تقریبا 30000 افغانی تمام میشد. و باز رفته رفته ما از جمهوری اسلامی ایران باز یک جادگی پیدا کنم به جز از امو ملخ، یعنی به جز از امو پکه از او دیگه ما کولر به می افغانستان خود خود ساختیم. یعنی ایت خلایی بود، مگر هم تا به می فعلانم و تا همی ساعت هم و تا وقتی که تمام ما باشه، من به دروازه هیچ کس تک تک نمی کنم که من ایت ابتکار کردم و شما بیاییم برای من پول کمک بکنیم. ها از نهادهای دولتی خود من گلمنده هستم، از جناب ولی صاحب، از اجی صاحب کامران که یکی از نقبه های شهره، یکی از پایه های شهره، ما میبینیم که از ورزشکارا پشتیبانی میکنم از اینا. مگر هم من گلمن بزی هستم که اینا حداقل به خاطر احساس بودن خود خود، یعنی احساسیت خود خود، احساس خود خود بگم برای ما، یک زنگ برای ما نزدم، یعنی یک احوال نگرفتم از ما که تو هم چی ابتکاری کردی به ولایت هرات. خدا شاهده که دیگه جواب برای ما بیرون از کشور برای ما زنگ زدم، خوان بعضی چیزا شدم، مگر هم از داخل خوب ما زیاد هم اونار ملامت نمی کنیم به خاطر از اینکه میبینیم وضعیت کشور ما، وضعیت کرونا از این طرف و وضعیت جنگ و بدبختی از این طرف، اون هم خود به این مسئله خود درگیر هم ایت موضوعات هم هست. گرچه به کلان به رسانه از تلویزیون طلوع گرفته تا تلویزیون آریانا و تا تلویزیون شما و مثل از این تلویزیون ها دیگه، خیلی تلویزیون ها دیگه جهان دنیای نه و دیگه تلویزیون یک تلویزیون آمریکا صدای آشنا او که هسته، اینا کلن ما به زیر رسانه ها یعنی اینا پخش شده، همه کلن به جریان هم.
مگر هم متاسفانه دیگه حالت کشور ما و شما خوب نیه. دقیقا مثلا جان. آیا مسابقات هم برگزار میشه در نشته؟ بله. ای همه ساله مسابقات داره در بخش پالا گلایدر و در بخش پالا موتور به کلن کشورها به میزبانی کشور ترکیه. یعنی به ترکیه برگزار میشه همه ساله. از کابل ما چند تا ورزشکار خوب داریم که اونا همه ساله. البته مشکل به این جیه که وقتی که مسابقه برگزار میشه فدراسیون ورزش هوایی نو تاسیسه، یعنی بودجه ای نداره. وقتی که برای ما امسال پیشنهاد شد که اگر شما مثلا به این مسابقات به ترکیه میریم مدل از مدل اینقدر دلار باید شما داشته باشیم، حدودا در حدود 3-4000 دلار که شما رفت و برگشت و مسابقه و خرج خوراکی که گفته. خب او چیزی هست که ما به توان منی و ما نمیتونیم به اون مسابقه بریم، یعنی مدل 3-4000 دلار ما بتونیم بریم به ترکیه و خرج کنیم و پس بیاییم به توان ما نیه. برای یک ورزشکار ظلمه دیگه استاد، بله. پول خرج کنه و یک مسابقه برای کشور خود استوار بیاره. بله. در حالی که او خودی هم اون بودجه نداره. اگه نکه دل هر ورزشکار ما یک سفر بکنه و استوار بیاره چرا که نام خودی هم برام. بله. جناب استاد آقای افسرزاده، تمرینات شما چطور هست؟ تمرینات الحمدلله جریان داره و فعلا به دلیل شرایط نامساعد هوا تقریبا 2 هفته میشه که تمرینات، 2 یا 3 هفته میشه که ما پرواز کرده نمیتونیم و تمرینات رسیدگی کرده نمیتونیم. و طوری که اول هم برای شما گفتم امکانات بسیار ناچیزه و امکانات بسیار زیادتر از این ما باید داشته باشیم که بتونیم ما به سطح بین المللی پرواز داشته باشیم و مسابقات بین المللی شرکت کنیم. ولی متاسفانه و امکانات نیه، به همین خاطر و ما نمیتونیم که خیلی خوب به تمرینات اینا برسیم. مشکلات عمده که صدر راه ورزشکاران این رشته قرار داره چی هست؟ مشکلات عمده اولا اینه که ما یک مکان خوبی نداریم، یک مکان به خصوص و مختصه که به خاطر ورزش هوایی باشه فعلا نیه. و یک مود به داخل دشت گازرگاه تایر که استاد گفتن همونجگاه تمرین میکنیم و بسیار با مشکل خاطر از اینکه اونجگاه یک میدان کرکت هست، اونجگا یک سایه وسیع میخواد که ما بتونیم مثلا پرواز کنیم و بتونیم اینجا تمرین کنیم. از مشکلات اون دیگه اینه که جا و مکان نداریم و مشکلات دیگه که هست اینه که مشکلات نامساعد هواییه. مثلا شرایط جو خیلی نامساعد میشه، آب همی بادهای بسیار زهرات، بله بادها بسیار تنده و ما امکانات زیاد نداریم، چتر نجات نداریم، به این خاطر نمیتونیم به راحتی پرواز کنیم. جناب استاد ورزش های هوایی مانند دیگر ورزش ها دیگه ورزش ها قوانین خاصه داره یا نه؟ بله خیلی قوانین به ما کمی بگین. یعنی ورزش های هوایی که هست به تمام جان بیشترین و پرمصرفترین و پرهزینه‌ترین ورزش ها به تمام دنیا ورزش های هواییه و سبک خاص و یعنی مشکلات خاص ازی به خاطر از اینه که اولین اشتباه آخرین اشتباهه. وقتی که آدم به هوا باشه زمینه رو درک نکنه یا مثلا همو هوا با هوا رو مساعد به خود خود فکر نکنه یا صحیح چک نکنه، خدای نخواسته اگر کوچکترین اتفاق یعنی کوچکترین استایل باشه باعث مرگ میشه. یعنی حتما و جزمن به خاطر از اینکه خود شما میفهم اگر آدم از فاصله 50-100 یا 50-100 متر سقوط بکنه دیگه هیچ امکان نداره که او سالم به وجود به زمین پایین بیاره، حتما 100% باعث خطر میشه. به این خاطر هوا استاد سکته میکنه، به هوا سکته میکنه پیش از اینکه به زمین برسه بفهمه که یعنی ایت مشکل پیش اومد یا مثلا چترم پاره شد یا مثلا چترم استایل کرد یا چترم واضح‌تر صحبت میکنم ولی چترم یعنی پیچ خورد تو خورد دیگه او پیش از اینکه به زمین برسه او به قول شما یعنی خود سکته میکنه. به این خاطر این ورزش هوایی خیلی یک ثبت خاصی داره، یعنی بدون از اماهنگی مربی، بدون از اماهنگی آب و هوا، بدون از اماهنگی مثلا یک وقتی میبینیم که ما به هوا اینجا به زمین ما میبینیم که بسیار یک هوای خوبیه، وقتی به هوا بلند میشیم به فاصله 100-200 متر که میشیم او تغییر میکنه او آب و هوا اونجا. یعنی باید هماهنگی حتما داشته باشه کسی که پرواز میکنه و بعد از خود مربی خوب هماهنگی داشته باشه بعد از او باز پرواز بکنه. جناب استاد وضعیت تیم ملی ورزش هوایی چگونه؟ ما حدودا فعلا ورزش هوایی که هست
سبک تازه گرفته به افغانستان، یعنی زیاد وقت نمیشه که فدراسیون ورزش هوایی یعنی تازه یعنی راجستر شده تازه، اما تابل بودجه هم نگرفته، مگر هم در حد نیه که ما بتونیم ما تیم ملی بسازیم همین فلان به خاطر شرایط نامناسب کشور ما. هستم چند تا از بچه‌ها هستم واقعا که مثل فدراسیون افسرزاده، فهیم جان قریشی، دیگه ادریس جان، اینا چند تا از بچه‌ها هستن که به هرات مو تمرین میکنن و ما تمرین ها از اینا بدیدم و واقعا اینا بسیار یک آدمای شجاع و بسیار یک آدمای ما حتی اطمینان میدم که اگه اینا به مسابقات بیرون کشور برم حتما دستاورده و کشور خود خو میارم. مگر هم وضعیت هیچی برای ما مساعد نیه به خاطر بیرون مسابقات از این موضوع. چقدر راضی هستین از استاد خو در طول این مدت؟ بس راضی بودن از استاد خویی رو میفهمین که 100% ما قدردان استاد خو هستیم و زحمات و اساتید مونه که ما به یک جای میرسیم، چی در بخش علمی چی در بخش ورزشی، در همه عرصه ها و فنون استاده که شاگرد میسازه، قهرمانه که قهرمان میسازه. ما از استاد خو کاملا 100% رضیم. خیلی عالیه. چقدر امید دارین که بتونین دستاورد داشته باشین در سالهای بعد برای افغانستان؟ ان شاء الله با خود تمرین خود ادامه میدیم، زحمت کشی خود میکنیم و امیدوارم به این هستم که وضع امنیتی و وضع نابسامان کشور ما کم سر و سامان بگیره و وقتی که کم وضع کشور ما خوب بشه دیگه ان شاء الله باز وقت ما میتونیم که دستاورد به خارج از کشور هم به کشور خودش داشته باشیم و ما افتخار کشور خودش. خیلی عالیه. جناب آقای افسرزاده، جناب استاد، همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات با این شش چگونه؟ همکاری ریاست تربیت بدنی که به سرپرستی محترم آقای جلیل احمد آزادانیه، من سپاسگزاری میکنم از اونا و قبلا هم که آجی صاحب جاوید جان بود از اونا هم سپاسگزاری میکنم و از پشت پرده تلویزیون شما از اونا تشکری میکنم. در هر راسته که ما رفتیم به پیش از اونا و هر مشکلاتی که بوده اونا برای ما لبه گفتم، یعنی هر همکاری که دست از اونا اومده برای ما بکردم، یعنی نظر به می درخواستی که ما از جناب قماندان صاحب امنیه کردیم به خاطر پرواز داخل شهر از طریق ریاست تربیت بدنی که برای ما مکتوب دادم، اونا خیلی خود ما همکاری کردن و همیشه هم همکار هستن. خیلی عالی. یعنی رضی هستیم. خیلی عالی. بسیار هم کردن. خیلی عالی جناب استاد. جناب آقای افسرزاده، اگر حرف آخر و گفتنی برای بیننده ها داشته باشه. حرف آخر و گفتنی من اینه که اولا ما باید کوشش کنیم هر رشته که هست، هر ورزشکاری که به هر رشته تمرین میکنه به هر نوعی که میتونه از اون حمایت کنه، بغیر از بحث مالی سیوای بحث حمایت کردن، بحث از اینه که مثلا ما بتونیم تشویق کنیم ورزشکارا، بغیر از تشویق کردن حداقل ما میفهمیم که ورزشکارا افتخار سازان یک کشورن و باید نهایت کوشش خود هم افراد جامعه بکنن که اول خود اینا ورزش کنن، به یک از رشته ورزشی تمرین کنن، چون ورزش مایه سلامتیه و فواید داره. و بر علاوه از این فقط تنها توقعی که ما از بینندگان عزیز داریم اینه که ما رو حمایت روحی بکنن، نسبت به حمایت مالی حمایت روحی بکنن و ما خیلی بهتره. خیلی عالی، حرفای خوبی بود. جناب استاد، چه برنامه‌ای شما روی دست داریم برای پیشرفت رشته؟ طبقه که شما شاهد بینیم، همین چند روز پیش که من یک پرواز داشتم به داخل شهر، به خصوص به قسمت شهر نو و مارکت خراسان، و حدود 10,000 دونه پوستر چاپ کردم به خاطر پیام صلح برای تمام همشهری ها که مردمان هرات و تمام مردم افغانستان کلا از جنگ خسته شدند دیگه، خواهان صلح، اما ما این پیام صلح از طریق هوا برای از اونها پخش کردم. ان شاء الله با این دور نزدیک هم برای از اونها وعده میدم که من بازم برای از اونها از طریق پروازا خود خو و از طریق همین هوا برای از اونها بتونم بازم پیامایی برسونم که راجع به تمام خوبیات کشور ما و شما باشه. استاد جان، من دقیقاً دیدم پوستر که شما پخش کردین از آسمون، 90% اینا رفت داخل اطلاعات و فرهنگ. ها بالا آورد داخل اطلاعات و فرهنگ، یعنی یک دونه فکر نکن داخل سرا گفت. نه، اونا خوزیات بود به خاطر از اینکه 10,000 دونه بود. ببینیم من از جایی که من پرواز کردم از دشت خوجه صاحب، اونا رو میته یعنی به پاش داده، یعنی انداخته بیامدم تا به چوک شهر نو.
دیگه یک موضوعی هست که اون آدم هدف زنی نمیتونه بکنه که یعنی بگه من این بله من این پوستر که من پاش میدم این دقیقاً به فلان جا میره، چون هی هوا تغییر میکنه، یک دفعه سمت چپ، یک دفعه سمت راست، یک دفعه پیش رو. بالاخره خب باز هم برای بینندگان عزیز تلویزیون و برای همشهریان ما همین پیام هسته، یعنی همین پیام هسته برای از اونا که ما خواهان صلحیم، دیگه از جنگ خسته شدیم و بیخی روی تمام مردم از جنگ بیخی به هم ریخته. دقیقا جناب استاد، شما اگر حرف آخر با گفتن یه چیز خاص داشته باشیم ببینیم. من حرف خاصی ندارم، تشکر میکنم از شما و دستاندارکاران شما و از تلویزیون استقلال که ما رو دعوت کردن به اینجی و ما صحبت هایی داشتیم. خود همشهریان عزیز خوب، برای تمام همشهریان خوب آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم، دیگه حرف خاصی ندارم. ممنون شما جناب استاد از اینکه اومدیم به برنامه، وقت خوب برای ما گذاشتین. شما همچنین بخش بعدی برنامه که بخش با ورزشکاران هست رو با هم میبینیم و در ادامه با شما هست.